فرزند این زن 5 روز است که در بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه بستری است. پاچابی نعیم و ادعا دارد که کارمندان میلیسه شهر کولاب پسرش را لتوکوب کردند. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است. فرزند این زن کارمند فیلیال امانت بانک در شهر کولاب است. ده نفر میوید به نزدم. میوید میگن که ما ده پول در کوره ایم. اما بچه میگن که ما حضیره ده سون ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیه ما اوگالونی که ایم. میگن خیلی فرق چی مده شما اوگالونی که ایم. شما هممون امی شهروند جمهوری تاجیکستانیم. لیکن با گوش نکردن همی را. مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکوز گفته است که پسرم که بازی بر رئیسی موقع بزنید. لیکن گوش نکردن. پیش رئیس هم نرفتن. رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن. 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن. بچه مرا دستوش قپیده زده گرفتن بعدی لبوردن. تشخیص طبی دادگاهی نشان داده است که پرده گوش نکروز رحمانو رخنه شده است. پزشکان احوال این کارمند امانت بانک را معتدل میگویند. تلاش های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره به نتیجه بود. در دادستان شهر کولاب و هم در دادستان این منطقه از شرح موضوع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کولاب به رادیو آزاد گفت قضیه آن طوره نیست که نزدیکان کارمند بانک میگویند. این مسئول اداره پلیس کولاب برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکاران او دشنام داده است. حالا پاچابی نعیموه از مقامات طلب دارد که گناهکاران جزا گیرند. روزی بچه ما بعد او حرارتش بلند شد چند روز در خونه ما گرفتیم واردیمش در ایجا که پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همیجا سرسان و سرگردون در همی بیمارخانه قریه بلوک در همی دویم کورپس در استودگیم. جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت ها از کمبود مبلغ در بانک های کشور زیاد است. این مشکل به گفته ساکنان از آغاز ماه اپریل به این طرف وجود دارد. ازدحام برای گرفتن پول در نزد بانک و هم بانکمات ها این شب و روز یک چیز مقرری است. هرچند مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پررقانه کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.